تمثیل تلقین شیخ مریدان را و پیغامبر امت را که ایشان طاقت تلقین حق ندارند و با حق الف ندارند، چنان که طوطی با صورت آدمی الف ندارد، که از او تلقین تواند گرفت. حق تعالی شیخ را چون آینه‌ای پیش مرید همچو طوطی دارد و از پس آینه تلقین می کند. لا تحرک و بهی لسانک ان هو الا وحی و یوها. این از ابتدای مسئله بی منتها، چنان که منقار جنبانیدن طوطی اندرون آینه کی خیالش می خوانی بی اختیار و تصرف اوست، عکس خواندن طوطی برونی کی متعلم است نه عکس آن معلم کی پس آینه است، ولیکن خواندن طوطی برونی تصرف آن معلم است. پس این مثال آمد نه مثل. طوطی در آینه می بیند او، عکس خود را پیش او آورده رو. در پس آینه آن اوسا نهان، حرف می گوید ادیب خوش زبان. طوطیک پنداشته کین گفت پست، گفتن طوطیست کاندر آینه است. پس جنس خیش آموز سخن، بی خبر از مکر آن گرگ کهن. از پس آینه می آموزدش، ورنه ناموزد جز از جنس خودش. گفت را آموخ زان مرد هنر، لیک از معنی و سرش بی خبر. از بشر بگرفت منطق یک به یک، از بشر جز این چه داند طوطیک. همچنان در آینه جسم ولی، خیش را بیند مردی ممتلی. از پس آینه عقل کل را، کی ببیند وقت گفت و ماجرا. او گمان دارد که می گوید بشر، وانگر سر است او زان بی خبر. حرف آموزد ولی سر قدیم، او نداند طوطی از او نی قدیم. هم سفیر مرغ آموزند خلق، کین سخن کار دهان افتاد و حلق. لیک از معنی مرغان بی خبر، جز سلیمان قرانی خوش نظر. حرف درویشان بسی آموختند، منبر و محفل بدان افروختند. یا به جز آن حرفشان روزی نبود، یا در آخر رحمت آمد ره نمود.